وای بر دین فروشان حاکم و وای بر همه آنها که دست و پا بریدن و چشم از حدقه در آوردن و سنگسار را از خمینی آموخته اند، زیرا به همان جاهلیتی بازگشته اند که محمد صلی الله علیه و آله برای امهای آن برانگیخته شد. وای بر آخوندهای حاکم بر ایران که دست جوانان محروم و گرسنه را به خاطر سرقت قوت لایموت قطع می کنند، اما همدستان خود را در چپاول عظیم ثروت ایران آزاد گذاشته اند. وای بر شما که دین پاک خدا را وسیله قدرت پرستی کرده اید و وای بر کسانی که در مقابل بدترین فجایع این رژیم رضایتمندانه سکوت می کنند و وای بر آنها که وقتی ملت‌های ما را با بمباران و قتل عام و شلاق و شکنجه و اختناق قلع و قمع می‌کنند، کلامی بر زبان نمی‌آورند. راستی که روح اسلام از این شرعیات قدرت پرستانه بیزار است. اسلام آمده است که مدارا و صلح و همزیستی را میان نژادها، اقوام و مذاهب و ادیان گوناگون برقرار کند. قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. آنچه اصل شمرده می شود عمل صالح است، خواه از پیروان این دین باشد یا آن دین. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. پس این فرقه گرایی مذهبی و این جنگ شیعه و سنی که خمینی گرایی محض است چه ربطی به حقیقت اسلام دارد؟ در عراق اهل سنت را از حقوق سیاسی و اجتماعیشان محروم کرده اند و در داخل ایران عده زیادی از هموطنان اهل سنت را زندانی یا اعدام کرده اند. همین حالا ده ها نفر از آنها در زندانهای خامنه‌ای تحت حکم اعدام قرار دارند. اما ما رو در روی این رژیم این کلام درخشانه حضرت علی علیه السلام را پیش روی خود داریم که به مالک اشتر گفت مردم بر دو دسته اند، یا با تو برادر دینی اند یا در آفرینش مانند تو هستند. و ما رو در روی این رژیم اهل سنت را خواهران و برادران گرامی خود می دانیم. آنها چه در ایران چه در عراق باید از حقوق سیاسی و اجتماعی متساوی از جمله حق مشارکت برابر در حاکمیت برخوردار باشند و صلح و آزادی و دموکراسی در سراسر این منطقه در گروه رعایت حقوق آنها و پیروان سایر مذاهب و ادیان است. در اینجا به نام یک زن مسلمان و همصدا با همه آنها که از پیام حقیقی اسلام یعنی رحمت و آزادی دفاع می کنند اعلام می کنم که از نظر ما هر چیزی که بر اجبار و اکراه و تحمیل بنا شده باشد اسلام نیست. پیام اخص اسلام آزادی است. پیام اسلام آزادی است، نه بردگی دینی. پیام اسلام آزادی است، نه بردگی جنسی. آری، پیام اسلام آزادی است،
نه فاشیزم و دیکتاتوری.